فریبا بلوش فعال حقوق بشر از لندن ما رو همراهی میکنه. خانم بلوش، جو امنیتی بسیار شدیدی از دو سه روز گذشته آغاز شده در زاهدان، اما علارغم تمام این فشارها و جو شدید امنیتی، اما مردم در خیابانها حضور پیدا کردن. سیل جمعیت رو میشه در تصاویر قشنگ دیدی، نشانه از چی داره؟ درود به شما و بینندگان محترم برنامه. همونطور که شما فرمودید، با وجود جو امنیتی شدیدی که در این روزهای گذشته وجود داشته در زاهدان، در شهرهای بلوچستان و همچنین تهدیدهایی که بر علیه مولوی عبدالحمید شده و همچنین فشارهای بسیار زیادی که بر مردم بلوچ در این روزهای اخیر وارد بوده، باز هم مردم همچنان با قدرت فراوان و بسیار پرشور مثل تمام هفته‌های گذشته حضور خودشون رو در نماز جمعه امروز هم به قول من خیلی با شور و هیجان نشون دادن. و در واقع این نشان دهنده این هستش که این مردم، همونطور که قبلا هم بارها گفتیم، دیگه اون سکوت، 44 سال سکوت خودشون رو، اون صبوری که کردن رو دیگه به پایان رسوندن. 40 سال ظلمی که داشتن رو الان حرف دارن برای گفتن. اون ظلمی که در این 4 ماه بهشون شده، ظلم مضاعفی بر این 44 سال بوده. و در واقع توی شعارهایی که مردم در هفته‌های گذشته هم دادن و حتی امروز هم دادن، که اگر یادتون باشه که گفته بودن اگر خورشید را در دست راست ما و ماه را در دست چپ ما بذاریم، ما از این انقلاب دست نمی‌کشیم. ببینید، با وجود اینکه تمام این فشارها رو داشتن، اعدام‌های زیاد، بازداشتی‌های فراوان، این جو شدید امنیتی که واقعاً یک توهین مضاعفی بر مردم بلوچستان بوده، که در روزهای اخیر همونطور که در سخنان مولوی و در اخبار شما بودیم که 15 تا ایست بازرسی در این روزها با تمام ورودی و خروجی های شهر بسته شده، و توهین بزرگ این بود که مردم بازدید بدنی شدن در تمام این روزها و از هرشون مثلا کارت شناسایی میخواستن برای هر ورودی که رد میکردن، و تمام این فشارها وارد شده بود که یک رعب و وحشتی رو ایجاد بکنن که بترسونن مردم رو، وادار به عقب نشینی کنن که امروز رو حضور نداشته باشن. ولی شاهد بودیم که همچین اتفاقی نیفتاد و مردم پرشورتر اومدن بیرون. یعنی در واقع هیچ کدوم از اینها دیگه باعث نمیشه که مردم عقب نشینی کنن و مثل تمام این 44 سال بذارن بهشون ظلم بشه و ساکت بمونن در برابر این ظلم، و تصمیم قاطع گرفتن که تا پایان این را، تا پایان سرنگونی، تا زمانی که سرنگونی جمهوری اسلامی رو نبینن، دیگه ساکت نشن. و در واقع هر هفته که میگذره ما شاهد این هستیم که مردم انگار آگاه‌تر میشن نسبت به تمام حقوقی که در تمام این سال‌ها از اونها ضایع شده، و دارن هر هفته اون رو فریاد میزنن با تمام شعارهای مترقی که هر هفته از اونها میبینیم و شاهد اون هستیم. نشان دهنده این هستش که این مردم دیگه سکوت نمیکنن. حتی به قول خودشون که اگر امروز یک پلاکاردی بود که اگر راه رو از آسمان و زیر زمین هم ببندین، باز هم ما راهی پیدا میکنیم که مثلا در این جمعه ها حضور پیدا بکنیم. این در واقع هیچ کدوم از اینها باعث نشده که مردم از تصمیم خودشون برای پیش بردن انقلاب منصرف بشن یا عقب نشینی کنن. خانم بلوش، پیش از صحبت با شما بخشی از صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو می‌شنیدیم. در یک قسمتی خواستار تغییر قانون اساسی میشه، اما اگه در چارچوب جمهوری اسلامی بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، آیا اساساً چنین چیزی ممکن هست؟ چه بازتابی میتونه داشته باشه این صحبت‌ها؟ ببینید، این جمله رو ما در خطبه‌های گذشته هم در قبلا تو این 4 ماه ما شاهد بودیم از مولوی عبدالحمید که خواستار همچین تغییر در قانون اساس رو. اولا که این ممکن دیگه الان این خواسته و نظر کل مردم ایران در تمام این سال‌ها بوده که اتفاق نیفتاده، و الان هم هیچ تغییر اتفاق نمی‌افته، و اگر هم اتفاق تغییر در این قانون اساسی اتفاق دیگه اون هدف مردم نیست. مردم فقط الان گذر از این حکومت رو می‌خوان، تغییری که باید این مدت انجام میشد، تغییراتی که قانون اساسی که واقعا به قول مولوی عبدالحمید 44 سال بوده و بر اساس شرایط روز باید تغییر پیدا میکرد و تغییر پیدا نکرده. ما شاهد بودیم در هر جایی، در هر زمینه‌ای که به نفع خود حکومت بوده، سریع قانون‌ها رو وضع کردن، قانون جدید وضع کردن و اونها رو تغییر دادن. اما همه چیزهایی که بر علیه مردم بوده، به ضرر مردم بوده، 44 سال در این قانون اساسیشون بوده و تغییری نکرده و همون ظلم و بیشتر شده، یعنی فقط ظلم بیشتر شده. و من فکر نکنم که تغییراتی در این قانون ایجاد بشه، و تغییر هم دیگه فایده ای نداره. یعنی خواسته مردم دیگه الان تغییر در قانون اساسی نیست، گذر از این قانون و از این حکومت هستش.
خانم بلوچ، مولوی عبدالحمید از جو امنیتی که باعث توقف رشد استان شده هم انتقام کرده و خواستار مجازات عاملان و آمران قتل هرمزی شده. چرا فکر میکنید که جمهوری اسلامی یک جو امنیتی طولانی رو در سیستان و بلوچستان ایجاد کرده؟ ببینید، این جو امنیتی همونطور که خود جناب مولوی هم فرمودن، ما سالها در بلوچستان داشتیم که حتی فرمودن که در تمام حکومت دوره‌های انتخابات قبلی هم یکی از خواسته های مردم و خود آقای مولوی هم همین بوده که پایان بدن به این جو امنیتی در استان که باعث عدم توسعه پیشرفت بوده در استان و کلا جو امنیتی فرضاً که باعث میشه که کل یک کشور از توسعه عقب بمونه و این در بلوچستان همیشه بیشتر بوده. چون خود حکومت میدونه که چه تبعیض سیستماتیکی و چه تبعیضی در بلوچستان انجام داده، در هدفدار انجام داده و به خاطر اینکه سرکوب کنه مردم رو، سرکوب کنه صدای مردم رو همیشه خاموش نگه داره، این واسه همین این جو شدید امنیتی همین بوده که مردم نیان حق خودشون رو بگن که اگر کسی اومد صحبت کرد سریع سرکوب بشه و این سالها بوده و تو این 4 ماه خب خیلی افزایش پیدا کرده و در روزهای گذشته متاسفانه بیشتر شده که و هدفمند بوده، یعنی هم تو این 4 روز و هم در تمام این سالها هدفمند انجام میشده و هدفش هم همون سرکوب و ساکت کردن مردم بلوچستان بوده. سپاسگزارم از توضیحات شما. فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر از لندن.